Oh الحمد لله وحده و صلات و من لا نبی بعد و سلام به شما بینندگان عزیز برنامه امروز درباره این است که دین ما آسان هست و باید که سخت گیری بر خود نکنیم بعضی ها هستند که البته مخاطب برنامه امروز کسایی هستند که کوشش میکنن عباداتی رو انجام بدن ولیکن از عمل کرد خود ناراضی هستند و سعی میکنن بیشتر و بیشتر انجام بدن طبعا مخاطب اون کسایی نیستن که اصلا دوربر عبادات و کارهای نیک نمی گردن. اما عموما انسان از عملکرد خودش راضی نیست و سعی میکنه بیشتر و بیشتر و بیشتر انجام بده و این جای به گای به, مح... به محل به, م... نقطه خطر میرسه مثل اون مثال مشهور ما که ضرب المثل که میگه از ترس افتادن عقب عقب رفت و از اون طرف پشت بام افتاد حالا ما چجوری بفهمیم که در وسط هستیم و عقب عقب اینقدر نمیریم نه از این ور میفتیم نه از اون ور این یه قانونی در دین ما هست که دین ما آسانه خداوند میفرماد یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر خداوند به شما آسانی میخواد سختی نمیخواد ببینید هر دینی که زندگی رو سخت کرد بدونید که اون از طرف الله نیست هر دینی که برای ما بدبختی و ارماغان آورد بدونید که از طرف الله نیست هر دینی که ما رو فقیرتر کرد بدونید که از طرف الله نیست چرا دین باید سبب بشه پیشرفت سلامتی خوشبختی سبب اینا باید بشه شاید بگید الله که ما میبینیم که مسلمانها ها که به این صفات نیستن خوشبختی و اون مسلمون هایی که نیستن یا حکومتشون اونایی نیست که اصلا به دین عمل نمیکنن و چیزی که بهشون اومده دستوری که اومده عمل نمیکنن یا به کج عمل میکنن یا به طور کلی نادرست عمل میکنن در این احادیث که الان براتون میخونم خواهید دید که چگونه بعضیا چنین بودن حضرت ابو هریره روایت میکنه از پیغمبر خدا که ایشون فرمودن پیغمبر خدا فرمودند ان الدین یسر دین آسان است ولن یشاد دین احد الا غلبه به هیچ کس نیست که سخت بگیره در دین، کار رو سخت بگیره، با دین بخواد به صلاح جنگ کنه، خود جلو ببره در دین سخت بگیره و مگر اینکه مگر اینکه این دین برش غلبه میکنه، یعنی برعکس میشه، عوازی که بتونه بیشتر عبادت کنه، بیشتر کار نیک انجام بده، یه دفعه میره، سقوط میکنه تو کارهای بد. برای همین ما میبینیم مردم کشیشا خصوصا خیلی از رسوایای اخلاقشون میبینیم. چرا دین بر خودشون سخت کردن وحشتناک میبینیم که چیز کارایی میکنن که عقل انسان قبول نمیکنه بخل بلکه سر انسان دود میکشه از این کارای عجیب اینا این به خاطر همین است که دین به خودشون سخت کردن دنباله حدیث میفرماد خب حالا چی کار باید کرد که ما سخت نگیریم فسد دو و قاربو میگه شما حق رو هدف رو در نظر بگیرید به طرف هدف نزدیک بشید یعنی لازم نیست که حالا 100 درصد به هدف برسید شما تیری که کمون رو گرفتی تیر میزنی اما 100 درصد به هدف نخوره نه شما کوشش کنید نزدیک بشید و افش رو وقتی که این دو کار کردید یعنی منتظر 100 درصد نباشید بعد از اینکه این دو کار کردید که طرف حق حرکت کردید بهش نزدیک شدید و افش رو به خودتون مجده بدید خوش با، خوشحال باشید یعنی شما موفق شدید واستعینو بالغدوت و روحت و شیعون مند, دل... مند دلجته میگه کمک بگیرید از عبادت در صبح و شب و کمی هم در آخر شب یعنی نه این است که صبح تا شب عبادت کنید یا شب تا صبح عبادت کنید یا شب تا صبح بخواد همه کارهای نیکو بکنید نه همه کارهای نیکو نمیشه انجام و در حدیث دیگه که دنباله همین حدیث از به روایت دیگه از حضرت ابو هریره نقل شده فرموده که شما میان روی کنید میان روی شما رو به مقصد میرسونه نه کند روی نه تند روی میان روی شما رو به مقصد میرسونه در عبادات هم پس این مسئله رو توجه کنید که این خیلی مهمه پیامبر سه بار فرمودند که این حدیث در بخاری بود روایت دیگه ای که از حضرت ابن مسعود است سه بار فرمودن که هلاک شدن زیاد روی کنندگان هلاک شدن زیاد روی کنندگان هلاک شدن سخت گیری کنندگان یعنی کسانی که به خودشون سخت میگیرن اینا هلاک میشن اینا نجات پیدا نمیکنن پس هر کسی رو دیدی که خیلی به اصطلاح در دین سخت گیری کرد این حدیث پیامبر بهش یادآوری کن که به اصطلاح ممکن است که ممکن نه که حتما حلاق خواهد شد و موفق نخواهد شد باید غلاف نکرد در گفتار و کردار و میان روی رو در نظر گرفت برای بیشتر توضیح این حدیث از حضرت انس حدیث رو براتون میگم که ایشون از ایشون روایت میکنه که پیامبر خدا وارد مسجد خودشون شدن، مسجد و نبی دیدن که بین دو ستون یک ریسمانی بسته شده فرمودن که این ریسمان مال چیه؟ گفتن که اطرافیانش گفتن که یا رسول الله این ریسمان رو حضرت زینب ام المؤمنین زینب بسته برای اینکه شب که نماز میخونه که خسته میشه بهش تکه میکنه یعنی اینقدر نماز میخونه که خسته میشده پیامبر که این رو دیدن فورا گفتن که باید جمع کنید جمع کنید این تناب رو بردارید هر کس با تا وقتی که نشا... نشاط داره تا وقتی که به اصطلاح با سر حال هست نماز بخونه بعد از اون دیگه بشینه بعد از اون دیگه بشینه یعنی پس از اینجا معلوم شد که اما حرف اول بنده که دینی که برای شما نشاط نیاره اون دین نیست دیگه اون دین دیگه برای شما باعث دردسر هست لذا ببینید که حتی همسر خودشون رو که کوشش میکردن که تا بیش از نماز میخوان البته این منظور من از نماز در اینجا فقط نماز نشاط شما بگید آقا اینا رو برای ما نگو ما با ما کمش هم نمیخونیم اولا ما کو کجا و مادر مؤمنان زینب کجا در امور دیگه در هر اموری ممکن است در نماز حالا خدا به من و شما توفیق نده در یه کارهای دیگه مثال شما نگاه کنید در حتی تربیت بچه می میاد من دیدم خدا در زندگی خودم کسایی که سعی کردن بچه‌شون رو سختگیری کنن از حد زیاد نه 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 نه, نه،, 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 نه، که امروز ما ببینیم ول میکنن نه اینجوری هم نه ولی دیدم در بین دوستان خود دیگه عمری گذشته کوچیکی اون بچه‌رم دیدم بزرگ شده هم دیدم اونهایی رو دیدم که حالا دیگه بر ما چیزایی نیست که تو کتاب میخونیم زندگی خودمون کتاب شده خیلی چیزا رو میبینیم اون دوستانی که از کوچکی سعی کردن بچه‌هاشون رو خیلی نمونه بار بیارن و همه گه نمیدونم فرایز سنن و همه چیز رو اینا صد درصد انجام بدن پنج وقت مجبورشون میکردن مسجد برن اونا هاشون رو با متاسفانه عرض کنم که آخر خوب در نیومدن شاید بگه آقا تو ماری میگی بچه‌ها رو مسجد نفرستیم پنج وقت نمیگم تشویق کنید اما اجبار کردن شدت کردن سختی سختی کردن خب من عملا دیدم که فهموندن و با تشویق کار کردن بیشتر یعنی با نرمی این رو با چشم خود دیدم و دیگه بینید یعنی همطور که به خودتونم باید سخت نگیرید باید که به با سخت نگیرید همونطور که انسان دیگه انسان همیشه به یک حالت نیست حضرت آیشه این حدیث رو نقل کردن که پیامبر فرمودن هر کدوم از شما که در حالت خستگیش شد نماز نخونه چرا بعضی مردم بر خودشون بعضی چیزها رو فرض میکنن واجب میکنن پیامبر فرمودن که اینجوری نکنید خسته شدید بشینید و تا خواب از شما بره یا بخوابید یا بخوابید اینجور نشه که گاهی شما از نمیدونی داری چی میگید دیگه اون عبادت رو خداوند قبول نمیکنه چرا دنبال این حدیث البته یک حدیث دیگه هست پیامبر میفرما حضرت پی... حضرت این هم از حضرت عایشه است میگه در خانه این همه حدیث هایی که براتون عرض می کنم یا در بخاری یا در مسلم است یا در هر دو این کتاب است یعنی در درست بودن شک نکنیم ببینید حضرت پیامبر وارد خانه خودشون شدن در خانم نشسته پیش ام المؤمنین عایشه گفتن که این کیه گفتن این فلانیه باز پی... حضرت عایشه خانم معرفی کرد که این خیلی عبادت میکنه پیامبر گفت که شما اونقدر عبادت کنید که طاقت دارید که حتما اون خانم رو دیگه زیاد وصف کرد که مثال همه شب بیدار و از این حرفا حتما چیزی شبیه به این گفتن که پیامبر بعد از این معرفی در جواب گفتن که اینجوری نکنید شما تا اونجا که طاقت دارید عبادت کنید و خدا خسته نمیشه تا وقتی که شما خسته بشید یعنی چه خدا خسته نمیشه تا وقتی که شما خسته بشید یعنی تا وقتی که خسته نشدید الله به شما پاداش میده وقتی که خسته شدید دیگه پاداش هم بهتون نمیده معنی حدیث اینجوری میشه اگه فقه حدیث تو شما خسته نشید الله خسته نمیشه معنیش این است که الله که هرگز خسته نمیشه معنیش این است که شما وقتی که با بیمیلی دارید این کارو میکنید اجری برای شما نیست چرا که یادتون باشه حدیث های قبلی که هر کسی که به خودش سخت بگیره اون وقت دین برایش غلبه میکنه بلکه خراب میشه کارش لذا توجه کنید در هر اموری میگم گاهی شیطان از اون ور که نتونه از این ور ما رو وسوسه میکنه اینو برای کسایی دارم میگم که همیشه خودشونو ملامت میکنن که آقا اینجور مردم هم ما زیاد داریم حالا میدونم که بعضی میگن آقا ما اصلا تو این خطا نیستیم اونایی که هستن دارم میگم هستن که همیشه خودش ملامت میکنه که آقا من چرا این قدیم این کارو نکردم چرا اون کارو نکردم چرا اون کارو نکردم ملامت خوبه که انسان پیشرفت کنه اما نه اون حدی که باز کار رو بر خودش خراب کنه برای اونا دارم عرض میکنم که خداوند به اندازه طاقت از انسان میخواد و این حدیث مشهور رو شما حتما شنیدید که سه نفر اومدن پیش پیغمبر پیش خانم های پیغمبر و گفتن از عبادت های پیغمبر برای ما بگو و همسران پیغمبر گفتن که اینقدر اینجوری عبادت میکنه حتما گفتن که تمام شب عبادت نمیکنه میخوابه و مثال اینا برایشون کم معلوم شد گفتن ما کجا پیغمبر کجا و یکیشون گفت که من تمام شب بیدار میشینم و دیگری گفت که من حدیث مشهور دیگه متفقون هست دیگری گفت که من تمام روزا رو روزه میگیرم و سومی گفت که من اصلا عروسی نمی کنم چیکار دارم که عروسی کنم یعنی هم خواب و خوردن و خوابیدن و همبستری رو هر سه به خودشون حروم کردن هر کدومشون یکیشو بر خودش حروم کرد پیامبر که این رو شنیدن پیشش اینا اومدن گفتن شما بودید که این حرفا رو زدید گفتن بله گفت ولی اما من از همه شما متقی تر هستم و از همه شما بیشتر از خدا میترسم ولیکن از به موقع افتر هم میخورم هم روزه میگیرم و, می و هم می نماز میخونم و هم میشینم و هم با زنا عروسی میکنم و هر کس که فمن رقب عن سنتی فلیس منی هر کس که این کارا رو که من کردم نکنه اون از امت من نیست یعنی از پیغمبر که جلوز دیدی از امت پیغمبر نیستی و پیامبر فرمود که من به خودم سخت نمیگیرم حتی برعکس این یه چیز بالاتر از اینم گفته یه جا پیامبر رو یکی از صحابه را از همین شدت در عبادت من کرد ایشون گفت که رسول الله شما که انجام میدی گفت من مثل شما نیستم من خدا به من یاری میکنه یعنی شما حتی مثل منم باید نباشید پیامبر در یک حدیثی حالا که جلوی من نیست ولی این رو حدیث صحیح است که حتی صحابه رو از یه کاری که خودشون انجام میدادن 100 درصد گفت شما نکنید متوجه هستید برای اینکه گفت که به من یاری میشه همون چیزی که بهتون امر انجام بدید پس این رو توجه داشته باشید که حالا چه ضررش حالا بگو حالا چرا تو جلوی ما وایستادی ما رو نمیذاری که ما بیشتری عبادت کنیم من همون حرف اول بهتون میزنم که هر کسی که به خودش سخت گیری کنه اون بهش بر میگرده مثل مثال کشیش ها رو بازم براتون تکرار میکنم اون وقت سقوط میکنه سقوطی که بدترین سقوطه متوجه هستید پس خلاصه حرف این هست که با نشات که انسان هست باید که عبادت کنه نه اینکه یعنی روزه بگیره اما وقتی که واقعا برای سخت و طاقت فرساس نگیره اگه با صبح منظورم روزه نفلی هست حالا کسی نگه روزه فرض که باید آدم دیگه چیزی که فرض است و واجب است اون که چه سخت باشه که باید به خودش برای سخت نگیره چون که چیزی که فرض است خداوند اونطور قانون گذاشته که اون باید برای انسان سخت نباشه برای یک انسان درست انسان بالغ که مگه که مریض باشه که حرفش جداست به این حدیث یک بار دیگه براتون گفته بودم ای بی نداره باز براتون تکرار کنم تا از فقه حضرت سلمان با خبر بشی حضرت سلمان اومد پیش برادرش ابو درداخ حضرت ابو دردا خونه نبود ام دردا که خونه بود گفت که کجاست گفت نیست باز دیدش که لباساش خیلی جنده است خیلی به اصطلاح مرتب نیست بهش گفت که این چه حالی است گفت که برادر تو به خانمش گفت گفت این چه وضعی است که تو داری اینطور به حالت جنده پوش هستی و گفت که برادر تو به دنیای چه حاجتی نداره این که نه اینکه اصلا در فکر دنیا نیست در فکر به همسر نیست در فکر چیزی نیست نیازی نیست دیگه که هر زنی باید خود برای شوهرش آراسته کنه خود را بی نیاز دیده باز حضرت سلمان نشست تا ابو دردا آمد فورا خوشحال شد برایش غذا درست کرد آورد گفت بخور من روزم حضرت سلمان گفت نمیخورم تا بخوری مجبور شد باش بخوره مهمانش بود وقت شب شد باز حضرت سلمان هم اونجا بود خواست بخوابه خواب اون بلند شد دیگه حضرت سلمان که خواست بخوابه ابو دردا بلند شد لباسش کشید گفت بگیر بخواب باز خوابید وسط شب شد باز خواست بلند شه باز وسط پاشه که دست لباسش گرفت و بگیر بخواب نذاشتش باز خوابید نزدیک های صبح که شد بیدارش کرد حضرت سلمان بیدارش کرد حالا بلند شد و دو تایی به نماز خوندن اونقدی که خدا برشون نوشته بود خوندن باز بهش گفت که ببینه ای ابو درد. ابو دردا جانت هم بر تو حق داره خدا هم بر تو حق داره زنت هم به تو حق داره حق هر کدوم میشه جدا جدا بده اینجوری نکن که همه شو برای یک طرف بذاری صبح که به نماز صبح یه پیانبر تشریف آوردن حضرت ابو دردا برای پیانبر گفت که سلمان دیشب با ما این قرار کرد حضرت سلمان حضرت پیانبر فرمودن که صدقه سلمان سلمان راست بهت گفت و حرف سلمان درست یعنی حرف سلمان همون پیانبر تصدیق ت... ت... کرد یعنی اینکه حدیث شد پس توجه کنید که چقدر این مهمه در این مسائل و خلاصه عرض کنم بهتون که اگر به خودتون سخت بگیرید کوشش باید آدم بکنه اما اول که گفتم به صد دو قاره کوشش کنید طرف هدف برید طرف هدف حرکت کنید اما نه این است که خودتون رو بی خود ملامت کنید و در حدیثی است که بهترین عمل اون عملی است که مداوم باشه یعنی ولو که کوچیک باشه هر عملی که مداوم باشه ولی کوچک باشه بهتر از این است که انسان یک عملی رو انجام بده که باز نتونه ادامه بده و در احادیث دیگه هست که پیغمبر خدا کاری رو انجام نمیداد ولی وقتی انجام میداد روش مداومت میکرد روش مداومت میکرد و این بهتره تا اینکه چون که ما به زندگی در تجربه خود دیدیم که کسی به این احادیث عمل کرده راه میان روی رو گرفته چون میان روی انسان رو مقصد میرسونه و میانه روی کجاست میانه روی ممکن است برای یک انسان عابدی ده تا روزه در ماه باشه برای یک انسان مثل من یکی در ماه باشه میان روی به حساب تا اون وقتی هست که نشاط داره انسان یعنی خسته نمیشه از اون عبادت و این رمز یکی از رمزهای پیروزی است در زندگی چرا که وقتی که خودتون رو ملامت کنید اون وقت مثل کسی هست که زنجیر بهش بسته شده هرگز خوشحال نیست و پیشرفت نمیکنه من نمیدونم که وقتی داریم وقت ما دیگه نیست. وقت ما به تمام گرم میخواستم داستان یک دو نفر بگم که در اعتکاف بودن شلا در یک برنامه دیگه الله شما رو حفظ کنه و خداوند به من شما توفیق عمل بده آمین یا رب العالمین